سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز قاضی‌زاده هستم. از روز جمعه که محسن فخری‌زاده ترور شد تا حالا چند تئوری درباره چگونگی انجام این ترور مطرح شده و هنوز روشن نیست او دقیقاً به چه شکل و توسط چه کسی کشته شده. اما یک نکته برای همه روشن است. دستگاه‌های امنیتی ایران نتوانستند از جان کسی محافظت کنند که می‌دانستند ممکن است ترور شود. ظرف کمتر از یک سال، از دی ماه گذشته تا کنون، مهمترین ژنرال ایران قاسم سلیمانی ترور شده. مهمترین سایت اتمی ایران نطنز منفجر شده. صنایع موشکی ایران در خجیر آتش گرفته و حالا ترور مهمترین دانشمند هسته‌ای ایران. همه اینها فارغ از اینکه چه دولتی پشت پرده آنها بوده، نشان از خلأ امنیتی جدی است. در حالی که نهادهای امنیتی متعددی در ایران فعالیت دارند و به طور مدام در برنامه‌های تلویزیونی و سایت‌های خبری نزدیک به نهادهای قدرتمند نظام درباره توانایی‌های اینها می‌شنویم. مثلا فرض کن همین برگردوندن شارمد به کشور، خب با پیچیدگی‌های اطلاعاتی همراه بود که اگر اینها گفته می‌شد، واقعا عرض به خدمتتون مردم رو به وجد می‌آوردن که دستگاه اطلاعاتشون به چه نبوغ و بلوغی رسیده و این کارهای اطلاعاتی زیبا و پیچیده رو انجام. ما صدها تیم تروریستی رو ضربه زدیم در قدرتمندترین مقطع تاریخی تروریسم که حکومتی خودخوانده به نام داعش داشتن. دیگه پادگان‌های عظیم کشور عراق مرکز آموزش تروریست ها شده بود. حتی آموزش های اطلاعاتی به اینها داده می شد. محمود علوی بود، وزیر اطلاعات ایران، در مستند مدال گمنامی که دربارش در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد. ترور اخیر یک سوال اساسی رو یک بار دیگر مطرح میکنه. آیا موازیکاری نهادهای اطلاعاتی باعث ایجاد خلاهای امنیتی است؟ برای بسیاری از مردم ممکنه مرگ دانشمند هسته‌ای یا ژنرال عالی رتبه اهمیتی نداشته باشه، اما این اتفاقات چه تصویری از وضعیت امنیت ملی ایران میده؟ آیا این نهادها میتونن امنیت ملی کشور رو تامین کنن؟ برای بحث مهمان داریم امید منتظری، همکارم که مطالب متعددی در این زمینه در وبسایت بی بی سی فارسی هم نوشته، همراه ماست. مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی ایران از سنگالن سوئیس، و اینجا در استودیو همکار دیگرم پوریا ماهرویان از سردبیران بی بی سی فارسی. خوشحال میگم به هر سه شما. اول از امید شروع میکنم که این مستند مدال گمنامی رو هم دیده و در موردش هم نوشته. امید، در مورد موازی کاری در نهادهای امنیتی قبلا هم شنیده بودیم، اما به نظر میرسه که این مستند داره یک بار دیگه روی این تاکید میکنه و از این منظر که در جبهه وزارت اطلاعات به ویژه صحبت میکنه و اهمیت اینکه این نهادها زیر مجموعه وزارت اطلاعات باشن. دقیقاً این بار ما داریم موازیکاری رو به روایت وزارت اطلاعات میشنویم. یعنی اول سوال اصلی این پیش میاد که چرا این مستند الان در اومده، مستندی که توش اولین وزیر اطلاعات، وزیر اطلاعات فعلی و اولین فرمانده سپاه پاسداران صحبت میکنن، توش تصاویری نشون داده میشه که کمتر دیده شده، مثل حضور قاسم سلیمانی در وزارت اطلاعات در سال 1395. و یک نقطه‌ای که اصلا تمرکز اصلی مستند روی اونه مسئله موازیکاریه که به روایت فیلم جا رو برای نفوذ و رخنه امنیتی باز میکنه و در این فیلم گفته میشه که ترورها و انفجارهای ابتدای دهه 60 یک جور ناشی از ضعفی بودش که موازیکاری پدید آورده بود، موازیکاری نهادهای امنیتی. این بحث موازیکاری بحثی بودش که تو سالهای گذشته بسیار مطرح بود، ولی تو سالهای اخیر در دهه 90 یک تفاوت عمده کرده. تفاوت عمده اینه که سپاه، اطلاعات سپاه در اطلاعات خارجی این بار پیش روی کرده. به عنوان مثال تو ماجرای تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی، مجلس به صورت صریح گفتش که سپاه هم مرجعیه که میتونن برای گزینش سراغش برن و این یک نقطه عطف بود برای سپاه برای قانونی شدن. و اصولا هم این معاونت‌های ضد جاسوسی و اطلاعات خارجی تو همه سرویس‌های خارجی جاهایی هستند که نیروهاشون به اساس یه شأن ویژه‌ای هم برای خودشون قائلن. معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات هم بارها صحبت کرده، وزارت اطلاعات به صراحت گفته که ما تنها مرجع
جاسوسی، با اینکه اون موقعی که اینو گفتن قوه قضاییه مخالفت کرد با این حرف، ولی به هر صورت واقعیت اینه که وزارت اطلاعات این قدرت مانور رو به لحاظ قانونی داره، این رو قانون دستش رو باز گذاشته، تنها نهاد قانونی کشور میشناسنش. فرق فعلی اینه در دوره آقای روحانی گمان میرفت که او تا حدی بتونه جلوی این موازیکاری ها رو بگیره. چرا؟ چون آقای روحانی کسی بودش که در تدوین قانون وزارت اطلاعات نقش داشت، چون آقای روحانی کسی بودش که سال 68 به عنوان یکی از گزینه های وزارت اطلاعات مطرح شد از توی آقای هاشمی رفسنجانی، خودش نپذیرفت، مدت ها شد در دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در مسئله مکفالی نقش داشت، در قضیه تصفیه های ارتش در ابتدای انقلاب دست داشت، خودش شده امنیتی بود، درجه این انتظار ازش بودش که بتونه تا حدی موازی کاری رو بگیره. اشاره جالبی کردی به نقش خود آقای روحانی در واقع امنیت ملی، نهاد امنیت ملی و کلا نقشی که او در ایجاد وزارت اطلاعات داشته. در دولت او هم گفته میشه که دولتش بسیار دولت امنیتی است. خود آقای ربیعی، علی ربیعی سخنگوی دولت، جزو چهره های برجسته وزارت اطلاعات بوده در سالها. اما این موازی کاری امید چیزی نیستش که تازه شروع بشه شده باشه. توی همین مستند هم خطب خود بهش اشاره کردی، میگه از آغاز انقلاب این بود. آیا این عادیه، این وضع در واقع موازیکاری که میبینیم؟ ببین بذار اول یه گذری بزنیم به اوایل انقلاب، چون اون موقع ابتدا طرحی به شورای انقلاب رفت که قرار بودش بر اساس اون طرح اطلاعات خارجی توی وزارت خارجه و اطلاعات داخلی توی وزارت کشور متمرکز بشه. این اتفاق نیفتاد. در کنارش تشکیلات اطلاعات سپاه به وجود اومد که تشکیلات بسیار قدرتمندی بود توی اون چند سال اول قبل از تأسیس وزارت. واحد اطلاعات نخست وزیری بود که آقای رجایی تشکیل دادش، کمیته ها بودش که مسائل شهری رو دنبال میکردن و تشکیلات دادستانی اون کنارم ارتش بود که خب ضعیف‌تر بودش به خاطر تصفیه ها و اینا. ولی مسئله ای که توی همین مستند هم بهش اشاره میشه اینه که آقا جان فرماندهی واحد اگر نباشه جا برای نفوذ باز میشه. کل ایده این مسترد اینه که وزارت اطلاعات زمانی شکل گرفت که اون انفجار بزرگ نهم مهر ماه سال 61 رو کسی نتونست پیش بینی کنه، ولی به هر صورت همون موقع یه ستاد امنیت کشور تشکیل شد، مثل حالا که شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی تشکیل شده، ولی خب به نظر میرسه که اونقدر نمیتونه همه این نهادها رو نگه داره زیر چتر خودش. امید یه صحبتی هم آقای ری شهری کرده، در واقع اولین وزیر اطلاعات در همین مستند، بذار صحبت‌های او رو هم بشنویم. اختلاف نظر بود برای اینکه این تشکیلاتی که درست میشه چجور باشه، سازمان باشه، میترسیدن بشه ساواک، اگر وزارت خونه باشه ارتباطش مثلا با امام اینها چجوری میشه. بالاخره مجموعاً به این نتیجه رسن وزارت خونه باشه که منتصب به دو مجلس روش اشراف داشته باشه، مسئولیت تشکیلاتی که از نظر سیاسی بی‌طرف باشه و همه ارگان‌های سیاسی هم نهادهای سیاسی هم قبولش داشته باشن خیلی کار دشواری هست و متمرکز کردن اطلاعات نهادهای اطلاعاتی مختلف هم به خصوص نهاد اطلاعات سپاه رو آوردن در وزارت اطلاعات خیلی کار آسانی نیست. اگه خیلی کوتاه بخوای جمع‌بندی کنی امید، این مسئله که بهش اشاره میکنه در مورد جمع کردن این نهادهای مختلف زیر مجموعه یک وزارتخانه، آیا هرگز اتفاق افتاد؟ آیا هرگز موفق شدن این کار رو بکنن؟ ببین حتی در اوج سالهای دهه 60، میانه دهه 60 پس از تشکیل وزارت اطلاعات، با اینکه قدرت رو وزارت اطلاعات قبضه کرد، تمام امکانات، تمام وسایل، تمام پرسنل اطلاعاتی رو سعی کرد جمع کنه داخل خودش، اما با این حال همه تحلیلگرهای امنیتی تقریبا روی این موضوع دیگه یک جوری با هم اتفاق نظر دادن که اون اختلاف بین سپاه و اطلاعات باقی موند، به ویژه اینکه بچه‌های سپاه بسیار بسیار ناراضی بودن از اتفاقهایی که در دهه 60 افتاد. تمام امکاناتشون از شنود، از ماموریت‌ها، از تمام اون چیزهایی که میتونستن رو ازشون گرفتن و این باعث شدش که امروز که سپاه قدرت رو به دست گرفته و جلو میاد بتونه خیلی امکانات بیشتری جمع کنه و خیلی مراقب باشه که این بار
در واقع اینا رو دست نده و این خودش رو تو اختلاف های خیلی شدیدی نشون میده که هر از چندی بیرون میاد حتی به رسانه ها درز میکنه و باعث اختلال تو عملیات های وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه میشه. متشکرم، امید منتظر همکارم که در این باره هم مطالب متعددی نوشته، در وبسایت ما میتونید برید و اون مطالب رو بخونید. متشکرم که در این برنامه شرکت کردید. آقای طلعتی، نظر شما چیه در مورد اتفاقاتی که ظرف یک هفته اخیر از جمعه گذشته تا الان دیدیم؟ آیا میشه حد زد که چه اتفاقی افتاده که منجر به ترور مهمترین دانشمند هسته‌ای ایران شده، که خود اذعان میکنن خود مقامات جمهوری اسلامی که میدونستند که او هدف ترور هست؟ ببینید، بحث بر سر این هستش که یک سری از ساختارها و رده‌های مهم و ویژه در داخل هر کشوری همیشه اهداف کشورهای رقیب و دشمنان اون کشور تلقی میشن و تمام کشورها تمهیدات خاصی رو برای حفاظت از این نیروها دارن. حالا فرق نمیکنه، حتی کشورهایی که ما تصور میکنیم در حال صلح هستن، همشون این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها رو دارن و توی ملاحظات امنیتیشون رعایت میشه. حالا وضعیت ایران یک مقداری پیچیده‌تر از این قضایا هست، به خاطر اینکه به یک عبارتی از دید جامعه بین‌الملل ایران یک وسیله ناجور در منطقه و جهان هستش و سیاستاش معمولاً همخوانی با سیاست‌های جامعه بین‌الملل و جامعه جهانی نداره. از این جهت بیشتر در معرض این تهدیدات قرار میگیره. مواضع ایران، سیاست هایی که اتخاذ میکنه نسبت به همسایگانش، نسبت به کشورهای همسایه، ناگزیر از این قضیه میشه که ایران به صورت کلی بیشتر در معرض این تهدیدات قرار بگیره. این تهدیدات شامل ساختارهای نظامی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی میشه و به صورت هدف در میاد. بنابراین این در واقع وظیفه نهادهای مرتبط با امر حفاظت هستش که از این ساختارها، حالا چه به صورت اشخاص و چه دقیقاً، به صورت اما آیا موفق بودن در این کار به خصوص صرف یک سال اخیر؟ نه، این که کاملا مشخص هستش که موفق نبودن. فکر میکنید چرا؟ علتش همونجور که دوست عزیزمون هم گفتن، تشدد و اختلاف در بین دستگاه‌های اطلاعات و امنیت و مبادی اجرای وظایف محوله در این زمینه هستش. ببینید، از طرف دیگه بحثی که میشه اینه که حیطه وظایف مشخص نشده، یا اگر مشخص شده کنترلی بر اینکه چه دستگاهی و یا چه ساختاری پاش رو از سیته خودش فراتر میذاره، اینها هنوز وجود نداره. تمام این آشفتگی ها باعث شده که ما شاهد یک همچین وضعیتی باشیم. ببینید، من به همون مستندی که شما اشاره کردید، آقای منتظری هم اشاره کردن، مدال این رو من بعد اون من اون مستند رو دیدم. دلایلی که اونجا گفته میشه در رابطه با موازی کاری، در رابطه با تشدد، اختلاف و اینها، در واقع به نوعی داره فلسفه و توجیه میکنه که وزارت اطلاعات برای چطور به وجود اومد. وزارت اطلاعات برای این به وجود اومد که تمام کارهای اطلاعاتی در کل مملکت یک کاسه بشه و متولی خاصی داشته باشه و بقیه سازمانهایی که دخیل این امر هستن در اینجا متمرکز بشن و با این سازمان همکاری بکنن. ولی به دلیل ماهیت سازمانها و ماهیت چندگانه قدرت در جمهوری اسلامی، هیچ کدوم حاضر نبودن که زیر این چتر جمع شن. شما هر طور حساب کنید، از نظر سازمانی سپاه بسیار بزرگتر و وسیع‌تر و برنامه و اهداف سازمانیش بسیار گسترده‌تر از وزارت اطلاعات هست. در یک جمله، سپاه وظیفش حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی، یعنی این رو میتونه طیف گسترده از مأموریت‌ها و وظایف رو دربر بگیره که این میتونه همه چیز رو تحت شعاع قرار بده. پوریا، اشاره جالبی کردن آقای طلعتی، این که اختلافی هست بین گروه‌های مختلف نظام در ایران و اینها. از بیرون که نگاه میکنی چنین چیزی به نظر نمیاد، یعنی به نظر میاد که این باید یک دسته این حکومت باشه، با توجه به اینکه به هر حال اختلافات، یعنی در واقع اختلافات گروه هایی هست که به نظر خیلی نزدیک به همن، به هر حال به لحاظ منافع دست کم. اما آیا میشه گفت که اختلاف اصلی این گروه های اطلاعاتی سر چیه؟ آیا سر در واقع
اولویت هاست، سر منافع، سر در واقع به دست گرفتن بخش بزرگتری از داستان، سر چی اینا اختلاف دارن؟ به هر حال این نیروهای اطلاعاتی که مشخصا چندین نیرو اطلاعاتی، فقط خلاصه نمیشه در سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، ما در حفاظت اطلاعات وزارت دفاع هم داریم، در نیرو انتظامی هم اطلاع داریم، خود بیت رهبری اطلاعات داره، در خود سپاه نزدیک به 4 تا 5 تا سازمان اطلاعاتی که معلوم نیست اینا که میگی یک دسته، شاید واقعا یک دست نباشه، اینا حتی شاید در خود سپاه هم یک اطلاعات موازی وجود داشته باشه. ما سازمان اطلاعات سپاهو داریم، سازمان حفاظت اطلاعاتو داریم که این اطلاعات داخلیه در سپاه، سازمان حفاظت هواپیماییه، سازمان حفاظت انصار المهدیه که همین حفاظت از جان مقامات جمهوری اسلامیه، سپاه ولیعمره که یک سپاه اندازه 10-15 هزار نفر نیرو داره که حفظ جان رهبر ایرانه، و تمام اینا در کنارش یه چیزی هست به نام قرارگاه سارالله، قرارگاه امنیتی. فقط مال سپاه، فقط مال سپاه. قرارگاه سارالله قرار کار امنیتی بکنه موقعی که در پایتخت یک شورش، یه اتفاقی میفته، یک حمله، یه به قول معروف استند بای باشه، ولی عملا یک قرارگاهی که دائم در حال فعالیه، چند هزار نیرو داره، دو لشکر، دو سپاه مهم استانی زیر نظرشن، هر موقع هم بخواد از نیروی انتظامی و جای دیگه هم کمک میگیره. این حتی تو سپاه هم یک دست نیست، چه برسه که در جاهای دیگه. اختلافشون سر چیه پویا؟ اختلاف اینا مشخصا اینه که یه بخشش، خب به هر حال وزارت اطلاعات نزدیکتر به دولت، دولت‌ها عوض میشن، دولت‌ها میخوان که یک اشراف اطلاعاتی بر روی اون نهاد اطلاعاتی که گفته میشه که مال شماست، یعنی وزیر اطلاعات قرار وزیر رئیس جمهور باشه، رئیس جمهور انتخابش کنه، پیشنهادش کنه به مجلس، رأی بیاره، هر موقع دلش خواست برکنارش کنه، هر کی دلش خواست انتخاب کنه. عملا از سال 63-64 که وزارت اطلاعات تشکیل شده 7 وزیر داریم، هیچ وزیری استیضاح نشده، برکنار نشده، میشه گفت که توسط رئیس جمهور هم انتخاب نشده، چون تو همین مستند اتفاقا خود آقای ری شهری میگه که آقای خمینی گفت هر وزیر رو هر کیو میخواین بگذارید، وزیر اطلاعات رو من باید بگذارم، و همیشه هم گفته میشه که وزیر اطلاعات رو رهبر جمهوری اسلامی انتخاب. بله دقیقاً، برای اینکه شرطش اجتهاده و اون تشخیص اون اجتهاد رو رهبر، نخستین رهبر جمهوری اسلامی گفته با منه و این ادامه پیدا کرده. ما دو مورد داریم که این جالبه، حالا به عنوان تاریخی بگم که یک مورد استعفای آقای دوری نجف آبادی بلافاصله بعد از قتل‌های زنجیره‌ای. دلیل استعفاش این نبوده که یک خطایی در زیر مجموعه‌اش اتفاق افتاده. میدونیم در جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته که یک زیر مجموعه خطا کنه و مسئول اون استعفا کنه. دلیلش این بوده که چون اون به نوعی منصوب رهبره، مورد تایید رهبره، برکناریش یعنی زیر سوال بردن رهبر، استیضاحش یعنی زیر سوال بردن رهبر، پس بهتر خودش استفاده کنه. مورد بعدی در سال 90 که اختلاف بین آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات آقای احمدی نژاد و آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد او رو برکنار میکنه و میگه من خودم سرپرست وزارت اطلاعاتم، حاضر نمیشه استعفا کنه. دقیقاً. و آقای خامنه‌ای که باهاش صحبت میکنه اینطور که گفته میشه میگه مگه شما مجتهدید که میخواهید اینو سرپرستی کنید؟ و اینجا میرسه که 11 روز خانه نشینی آقای احمدی نژاد که اوج تنش بین یک رئیس جمهور و آقای خامنه‌ایه، و نهایتاً به اونجا میرسه که آقای مصلحی ابقا میشه در کارش و آخر ادامه میده. درسته. آقای طلعتی، این موضوع، این که وزارت اطلاعات از کی تضعیف شد و به این نقطه رسید که الان درش قرار داره؟ چون تقریبا همه ناظران معتقدند که وزارت اطلاعات در یک سالهایی به هر حال یک اشراف قابل توجهی داشت، از یک جایی به بعد این شکسته میشه، نیروهای موازی قدرت بیشتری میگیرن، آیا بعد از قتل‌های زنجیره‌ای یا قبل از اونه؟ ببینید، قبل از قتل‌های زنجیره‌ای و در اوج قدرت وزارت اطلاعات، ما دو تا وزیر داریم که این دو تا وزیر در واقع و به نوعی از خود وزارت اطلاعات بزرگتر هستند و یکیشون مؤسس وزارت اطلاعات و دیگری یعنی آقای فلاحیان از همون ابتدا هم در کار تأسیس بوده و هم قائم مقام آقای ریشهری بوده، یعنی هم در دوره ایشون و هم در دوره‌ای که خودش وزیر اطلاعات میشه اطلاعات کافی دارن و ارتباطات بیرونیشون بیرون از وزارت به قدری گسترده هست برای این دو نفر که خودشون شأنشون و قدرتشون بیشتر از وزارت اطلاعات، بنابراین میتونن تمام امکانات و تمام حیطه‌های مورد
مأموریت وزارت اطلاعات رو بپوشونن و تمام خدمت شما عرض کنم که قدرتشون رو به کار بگیرن که وزارت حرف اول رو بزنه. خب در این دوره هم هستش که تمام مأموریت سپاه در خصوص اطلاعات، چه اطلاعات داخلی چه اطلاعات خارجی، تقریبا به صفر میرسه و تمام مأموریت‌هاش ازش میگیرن. تو این دوره وزارت اطلاعات حرف اول رو توی اطلاعات داخلی و اطلاعات خارجی میزنه. اما ما بعد از رفتن این دو وزیر و وزرایی که از بیرون میان و تقریبا شناخت زیادی نسبت به مسائل اطلاعاتی ندارن، یه سری مسائل اتفاق میفته، هم چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اطلاعاتی، که باعث تضعیف وزارت میشه. وقتی دولت آقای خاتمی به قدرت میرسه، این به نظر میرسه که دیگه اینجا آقای خامنه‌ای اعتماد زیادی دیگه به وزارت اطلاعات نداره. ببخشید طلعتی، چرا اینطور هست؟ در حالی که مثلا قرار نیستش که با یک وزیر کل بدنه سیستم تغییر بکنه، به خصوص در یه وزارتی مثل وزارت اطلاعات. چطور هست که با رفتن مثلا آدمی که قابل اطمینان بوده و اومدن یک وزیر دیگه، به نظر میرسه که کل این اطمینان از وزارت اطلاعات سلب میشه؟ ببینید، تو سازمان‌هایی که جا افتاده هستن، معمولاً کسی که به وزارت میرسه یا ریاست اون سازمان میرسه، معمولاً از خود همون سازمان هستش. ولی وقتی که بر اساس منافع جناحی و گروهی انتخاب میشن، سیاسی انتخاب میشن، معمولاً کسی که بر رأس سازمان قرار میگیره، سعی میکنه که اون منافع و مقاصد گروه و یا حزب خاص خودش رو. و در وزارت اطلاعات هم این اتفاق افتاده. دقیقاً. یعنی البته یک بحث در این بود که آقای خاتمی به شدت مخالف بعضی از کارکردهای خارج از قانون وزارت در حوزه های اقتصادی و حوزه های دیگه بود که میخواست اینها رو دستشون رو کوتاه بکنه و در واقع به نوعی هم این کار رو کرد. این در واقع به نوعی باعث شد که هم وزارت به دولت اعتماد نداشته باشه، هم رهبری به دولت اعتماد نداشته باشه توی زمینه اطلاعات. تمام اینها دست به دست هم داد. بعد هم که بحث‌های داخلی به وجود اومد، یعنی بحث کوی دانشگاه و اینها به وجود اومد، اینها باعث شد که نطفه اصلی نهادهای موازی توی این سالها گذاشته بشه و به تدریج قدرت وزارت رو به افول بره. آقای طلعتی، وقت خیلی کم هست، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نیست. من میخوام یه سوال از شما بپرسم که بعدم اینجا از پوریان بپرسم. آیا به نظر شما وضعیت فعلی برای امنیت ملی ایران معناش چیه؟ آیا فکر میکنید که این گروه های متشتت میتونن امنیت ملی رو تامین بکنن؟ اگر وضعیت به این شکل پیش بره، قاعدتا امنیت ملی، امنیت خدمت شما عرض کنم، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، به شدت ضربه خواهد خورد. اینها احتیاج دارن خودشون رو یک قدم عقب بکشن، بنشینن سازمان‌هاشون رو بررسی بکنن. اگر قراره بشینن با همدیگه قانون رو عوض کنن، قانون رو عوض بکنن، شورایی درست بکنن، وظائف و چارچوب‌ها رو به دقت تشریح بکنن و در واقع نهادهای کنترل اینها رو هم به گونه‌ای قرار بدن که بتونه این دستگاه‌ها رو کنترل کنه، که در صورت تخطی از مأموریت‌هاشون پاسخگو باشن. در هر صورت باید یک قوه فراتر از این سازمان‌های اطلاعاتی، یعنی جامعه اطلاعاتی ایران رو بپوشونه و بتونه تمام اهداف سازمان و مأموریت‌های اونها رو و در واقع و بعد هم عملکرد اونها رو به چالش بکشه و کنترل بکنه. این مسئله هستش که باید اتفاق بیفته. اگر اتفاق نیفته، ما در آینده متاسفانه شاهد ضربه‌هایی از این دست خواهیم بود. پوریا، این نظارت مسئله بسیار جدی هست. در مورد سپاه که به نظر خیلی عجیب و بعید هست که کسی بتونه روی این به هر حال نهادهای موازی که تعدادشون هم زیاد بود صحبت کردیم نظارت بکنه. در مورد وزارت اطلاعات هم تا حالا ندیدیم که مجلس بخواد اینطوری با دقت بره در وزارت اطلاعات چنین کاری انجام. اساسا نظارت ممکن هست بر این گروه ها، بر این نهادهای امنیتی؟ نه، برای اینکه تمام نهادهای امنیتی، تمام اینایی که اسپوردیم، چه از وزارت اطلاعات که طبق قانون باید به مجلس پاسخگو باشه تا سپاه، سازمان اطلاعات سپاه، هیچ کدوم پاسخگو نخواهند بود مگر به آقای خامنه‌ای، چون اینها همه منصوب آقای خامنه‌ای هستند. اطلاعات و امنیت دست آقای خامنه‌ای منصوب میکنه اون رهبراشو
و با این حساب تکلیف چیه؟ با توجه به اینکه همین که صحبت کردیم وضعیت امنیت ملی ایران الان مطرح است. تا موقعی که همون چیزی که در بعد و تشکیل وزارت اطلاعات بود که همه اینا یک کاسه بشه، همین خواهد بود. رقابت به اوج رسیده. آقای شمخانی میاد میگه که ما اطلاع دادیم، آقای ربیعی میاد میگه ما اطلاع داده بودیم به اون قسمتی که مسئول بوده، احتمالاً حفاظت انصار بوده، و آقای علوی چند وقت پیش اومد، گفت چند ماه پیش، که 80% هجمه هایی که علیه وزارت اطلاعات هستش از داخل نظامه، که منظورش همون نیروهای نهادهای موازی هستن. عملاً چیزی که ما داریم میبینیم این رقابت داره هی بیشتر میشه و تنش بیشتر میشه که علنی شده، به سطح رسانه ها رسیده و همدیگر رو حتی متهم میکنن و این میگه تو مسئول بودی و تو باید پاسخگو باشی. متشکرم پوریا ماهرویان همکارم و مهدی طلعتی، ممنونم از هر دوی شما که در این بحث شرکت کردید. اگر علاقمند هستید به بحث‌های مربوط به وزارت اطلاعات و سازمان‌های و نهادهای اطلاعاتی متعدد و موازی که در ایران هست، میتونید روی وبسایت مطالب زیادی در این باره هست، اونها رو جستجو کنید و بخونید. ممنونم که با ما همراه هستید. شب و روزتون خوش.